کیمیا قربانی همراه میشیم تا ما رو در جریان اعتراضات ایرانیان در بولونیا قرار بده. کیمیا؟ بله، در بولونیا هستم، در میدان ماجوره، یعنی میدان اصلی شهر بولونیا. امروز انجمنهای مختلف با هم همکاری کردن و این تجمع و راهپیمایی رو درست کردن. راهپیمایی بسیار دیدنی بود، یک گروه موزیک هم در سردسته این راهپیمایی ها سازهای کوبه‌ای می‌زدند و شعارهای مختلفی سرداده می‌شد. دونا ویتا لیبرتا، یعنی زن زندگی آزادی، این شعار مترقی که به زبان‌های مختلف در جهان ترجمه شده و اینقدر جهانگیر شده که و به نوعی انگار که اصلا از اول نهادینه بوده و میبینم که ایتالیایی ها چقدر باهاش ارتباط برقرار کردن و چقدر اهمیت داره براشون این سه کلمه زن، زندگی، آزادی. افراد مختلفی امروز اینجا هستن، از جمله الیشلاین، سخنگو و رهبر حزب دموکرات پیدی که از احزاب مهم ایتالیا هستش و حزب اپوزیسیون دولت فعلی هستش، اونجا حضور داره و سخنرانی میکنه و همچنین شهردار بولونیا هم خود شخصا اینجا هستش. سخنرانی های مختلف شده از نمایندگان سازمان عفو بین الملل، سندیکای کارگری و میبینم بیشتر، این رو باید بگم که بیشتر از حضور ایرانی ها شاید هم برابر باشه، اما ایتالیایی های خیلی زیاد اینجا هستن برای اینکه حمایت بکنن از جنبش زن، زندگی، آزادی و برای ژینا و به مناسبت سالگرد ژینا متاسفانه. و اینجا در کنار من یک مهمان دارم، من آقای اسفندیار اسلامی که ایشون نویسنده و پژوهشگر هستن، از شهر فلورانس اومدن به ایتالیا. وضعیت پاشون هم میبینم که با عصا، ولی به هر حال اومدن. آقای اسلامی، شما الان اینجا در بولونیا هستین، به نظرم یاد سالهای زیادیه که احتمالاً ایران نرفتین. 4 ساله که ایران نرفتم. بله، 34 ساله که بیرون هستین. در نگاه شما یک اندوهی همیشه من در تمام این سالها دیدم و حضورتون که همیشه خوب بودین در تجمعات مختلف، چطور میبینید ایران امروز؟ آیا امیدوارید؟ آیا فکر میکنید که ما در کجا ایستادیم الان در یک سال گذشته؟ ما در یک جنبش بسیار مترقی که امیدوارم شروع انقلابی بر علیه جمهوری اسلامی و سرنگون کردن هر نوع حکومت دینی و دیکتاتوری باشه ایستاده، و آرزو میکنم که زنان ما، دختران ما، همراه اونا پسران ما بتونن این مهم رو به نتیجه برسونن و بعد از 44 سال مملکت ما رو آزاد بکنن که بتونیم هممون بریم. شما خب در زمینه جوانان، در زمینه فلسفه تربیت کتاب مهمی رو ترجمه کردید، در رابطه با نسل امروز، نسل جوان امروز که امروز در داخل ایران هستن، چطور این نسل رو میبینید؟ نسلی رو میبینم که به حرکت در اومده، به علت سیستم جهانی اطلاعات که وسیع شده که در زمان ما نبود، به اطلاعات دسترسی بیشتر داره و این خواست درش ایجاد شده که زندگیشو بسازه و اسیر دیگران نباشه. این نکته مهم و قابل تحسینی که در تمام این جوان ها میبینم. با توجه به اینکه به هر حال تجمعات مختلفی در طول این یک سال شکل گرفته، گاهی وقتا به هر حال تعداد تجمعات زیاد بوده، بعضی وقتا کم بوده، حالا به هر حال این جمعیتی که امروز شما میبینید اینجا، چطور میبینید؟ فکر میکنید با توجه به هر حال به اختلافاتی که وجود داره، امروز برای شما راضی کننده هستش؟ من فکر میکنم یکی از تجمعات خوبیه که امروز توی ایتالیا برقرار میشه، چون بر اساس اطلاعاتی که من دارم امروز 40 تا تظاهرات توی ایتالیا هستش و این یکی از بهترین و مترقی ترینشون هستش. توسط کمیته آزادی در که مقرش بولونیاست، انجمن فرهنگی زن زندگی آزادی فلورانس و همکاری سندیکاها و امنستی اینترنشنال ایجاد شده. خیلی ممنونم. بله، در حال حاضر من در بولونیا هستم، بارندگی شدید هم شروع شده، اما یکم دیگه به سمت میلان میرم برای اینکه خب همینطوری هم که آقای اسلامی هم گفتن تجمعات مختلفی هستش، ولی خب این تجمعات میلان که قرار شده از شمال ایتالیا بپیوندن و بریم ببینیم که چه پیش میاد. تا
تشکر میکنم از تو کیمیا، همکارم کیمیا قربانی از بولونیای ایتالیا.